با چند تا خبر کوتاه شروع بکنیم، بعد میرسیم به بسته‌های تحلیلی. برخلاف شایعات منتشر شده در خصوص مصونیت علی علیپور، این بازیکن بدون مشکل تمرین کرده و در ترکیب اصلی پرسپولیس برای بازی مقابل زباهن قرار میگیره. رونمایی از کیت اول فصل جدید آلومینیوم رو شما در تصویر میبینید. اگه گفتین کیه؟ شروین بزرگ. آفرین. هیئت مدیره باشگاه استقلال هم یه نشستی رو داشتن و تو این نشست فرشید سمیعی برای اطلاع اعضای هیئت مدیره از عملکرد باشگاه در حوزه نقل و انتقالات گزارش کامل رو ارائه کرد تا اعضای هیئت مدیره در جریان مسائل مرتبط با یارگیری و تقویت تیم بزرگسالان قرار بگیرند. در بخش دیگه ای از جلسه هیئت مدیره استقلال گزارش کامل از نحوه پرداخت بدهی و مطالبات بازیکن‌ها و مربیای فصول گذشته ارائه شد. تو پایان جلسه هم اعلام شد که مجمع عمومی باشگاه استقلال روز 28 مرداد ماه با حضور سهامدارا برگزار میشه. سرخپوشان برای شروع رقابت‌های لیگ برتر کارت بازی خودشونو گرفتن. به این ترتیب تمام بازیکن‌های مورد نظر خوان کارلوس گاریدو با دریافت مجوز بازی از این جهت در اختیار اون قرار دارن. یه نکته هم در مورد حالا ورزشگاه بدیومنی که پرسپولیسیا میخوان به مسافه زباهن برن من بگم. ببینید 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه شب با دیدار پرسپولیس و زباهن شروع میشه. سرخ‌ها در حالی طبق قرعه میزبان بازی‌اند که ناگزیرند به دلیل پیدا نشدن ورزشگاه مناسب در پایتخت عراق برن و در اونجا زباهن استقبال کنن. یعنی بازی روزگار رو ببینید. مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه اولین میزبانی لیگ شماره 24 رو بر عهده میگیره که طی سالیان اخیر بیشترین باخت‌ها رو در اونجا متحمل شده. یادتون باشه آخرین بار حماسه 40 متری علی بیرانوند در همین استادیوم اولین باخت رو به اسمار تازه منصوب شده تحمیل کرده بود. در هر حال سرخا با سرمربی جدید اسپانیایی به عراق میرن. اون همین ابتدای کار و با میزبانی دور از خونه حساب کار دستش اومده و تا حدودی با عجایب کار در ایران آشنا شده. با این همه شک نکنید که روحش هم خبر نداره که چه سورپرایزا، خارق‌العاده‌ها و محیرالعقول‌هایی در انتظارش خواهد بود. موزل دیگه اردوی سرخ هم جدای بیرو، ترابی، اسماعیلی و عبدالکریم حسن به عنوان بخشی از مهره‌های همیشه ثابت تیمه. هرچند بازگشت پورعلی گنجی، سلمانی و سرلک و خرید گلر الجزایری و مدافع مراکشی تا حدودی نگرانی‌ها رو برطرف کرده، با این حال شناخت نچندان کامل سرمربی تازه اومده از بازیکن‌ها و ایجاد هماهنگی در ترکیب جدید از جمله دغدغه‌هایی که به دنبال قرعه نچندان ساده ابتدای فصل از هان پرسپولیسی‌ها رو مشغول کرده. زوبیا هرگز در زمره رقبای دلخواه پرسپولیس قرار نمی‌گیرند. دو تیم در ادوار 23گانه لیگ برتر همواره حضور داشتن و صحبت کردیم دیگه، 46 بار در مقابل همدیگه قرار گرفتن. پرسپولیس 18 بار، تیم اصفهانی 12 بار و 16 بار هم دو تیم به تساوی رضایت دادن. پیام تبریک به علی آقای دایی برای مدال آوری المپیک رو شما در تصویر می‌بینید. اینم افشاگری آقای فرشید سمیعیه که میگه آقا قرار بود اصلا جواد نکونام و سید حسین حسینی ابتدای فصل جدا بشن. سری لیست آماده شده بود که اقدام بکنیم برای اونها. بعدن یک سری فعل و انفعالاتی پیش آمد که متوجه شدیم که به هر حال ممکنه که ادامه همکاری با آقای نکونام و آقای حسینی امکان پذیر نباشه. به هر حال تصمیم گرفتن که به هر حال مخصوصا در ناحیه دروازه به هر حال زیاد منتظر نمونن و تصور بر این بودش که گلری که بتونه در دروازه استقلال بالاخص در مسابقات آسیایی دفاع کنه از اون قفس توری نیست و در اینجا دروازه‌بان و گلر خارجی جذب بشه. در نتیجه از این رو اقدام شد برای جذبش، ولی بعداً به هر حال با مذاکراتی که انجام شد ما تونستیم هم در خدمت آقای نکونام باشیم هم در خدمت آقای حسینی باشیم. از این رو دوباره طبق همون هماهنگی قبل از اتمام فصل داشتیم که مسائل فنی 0 تا 100 در اختیار آقای نکونام باشه. این موضوع هم در اختیارشون قرار گرفت که نهایتاً به اینجا منجر شد که با توجه به سهمیه محدود خارجی که نسبت تیم‌های عربی ما داریم و همچنین بازگشت آقای حسینی، ما دروازه‌بان خارجی فارغ از مسئله کیفیتش جذب نکنیم ولی در خدمت وینگر باشیم. و این احتمال نبودن نکونام و حسینی فوتبالی نبوده؟ شما میگید مذاکراتی داشتید، اینا به مسائل فوتبالی که ارتباط نداشت؟ به هر حال مسائلی بودش که
ممکن بود در خدمتشون نباشیم. هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور در حالی از فردا پنجشنبه آغاز میشه که دیدار افتتاحیه این رقابت ها ساعت 19:30 صحبت کردیم بین پرسپولیس و زباهنه. این دیدار با توجه به نصب و راه اندازی VAR و تایید فیفا با استفاده از سیستم داور ویدیویی برگزار میشه. همچنین ورزشگاه سردار آزادگان قزوین هم مجهز به این سیستم شده تا بازی هفته اول رو با استفاده از همین فناوری پوشش بده. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با پیگیری جدی ورود دستگاه‌های VAR خبر از ورود دو محموله دیگه از سیستم داور ویدیویی طی هفته آینده در کشور خبر داد تا رفته رفته بر تعداد اونا برای پوشش بازی‌های لیگ برتر اضافه بشه. ایوب کلانتری هم بعد از یک فصل دوری مجدد عقد قراردادی به تیم فوتبال نساجی پیوست. تا اینجا هم دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید. ویدیو باشگاه سپاهان از رونمایی کیت‌های اول و دوم این تیم که سپاهانی هم فکرم در ورزشگاه نقش جهان جمعه ساعت 19:15 در مقابل چادرملوی اردکان قرار میگیرن. چادرملوی اردکانی که تازه هم صعود کرده به لیگ برتر رو باید ببینیم که چه اتفاقی، ولی روی کاغذ سپاهان شانس بردش خیلی زیاده. اینم کلیپ باشگاه پرسپولیس برای کیت جدید این تیم که حالا هستن دیگه فرشاد احمدزاده، امید عالیشا به عنوان کاپیتان که مصدومه و بازی اولو از دست میده و الا ماشاءالله. تاها محبی پور بازیکن جوان فصل گذشته استقلال تهران با عقد قراردادی به مدت 4 فصل به آلومینیوم عراق پیوست. جواد نکونام هم حالا مصاحبهش تو کانال ایمان اسپورت 1 گذاشتم و اگه ندیدین برید ببینید. و یه کوتاه صحبت کرد و گفت از طرف هواداری استقلال از مهدی تاج تشکر میکنم. من پارسالم گفتم این تیم قهرمانه. با توجه به تمرین پرفشار و بازی درون تیمی روز گذشته تراکتوریا، بازیکن‌های تراکتور با تصمیم اسکوچیچ امروز استراحت میکنن و آخرین تمرین تیم قبل از سفر به رفسنجان فردا پنجشنبه 25 مرداد ما در تبریز برگزار میشه. کاروان پرسپولیس رو میبینید که در راه عراق. ایوب الاملودم این پست رو گذاشت در فضای مجازی خودش و گفته که خوشحالم که با باشگاه بزرگ پرسپولیس پیوستم. تمام تلاشم رو میکنم تا حامیان پرسپولیس رو سربلند کنم. امیدوارم هرچه بیشتر جامها رو با هم بگیریم. تصاویری از تمرین امروز سرخپوشان قبل از اعزام به عراق رو شما در تصویر میبینید. حسین بادامکی هم مصاحبه ای کرده، گفته که نمیگم در آسیا کار راحتی داریم. به نظرم بهتر یادمون باشه که در مورد قهرمان ایران صحبت میکنیم و نباید به گونه ای رفتار بشه که انگار تیم کوچیکی هستیم. تیم خوب و بازیکنهای بزرگی در اختیار داریم که همگی بهترینن. در تلاشیم تا تیم رو تقویت بکنیم. اما اینکه بگم پرسپولیس ضعیف شده بی انصافیه. همچنان در تلاشیم تا بازیکنهای مورد نظر رو جذب کنیم تا تیم خوبی روونه مسابقات این فصل بشه. اینطوری نیست که کسی بی تفاوت باشه. قطعا اتفاقات خوبی برای پرسپولیس و هواداراش رقم میخوره و جای نگرانی وجود نداره. یه روز بعد از انتقال قطعی سهام امروز چهارشنبه نمایندگان 6 بانک حاضر در کنسرسیوم بانکی سهامدارای باشگاه در جلسه با مدیر عامل عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی باشگاه به بررسی مسائل پرسپولیس پرداختند. کادر فنی تیم فولاد به تماشای جدال دوستانه تیم‌های جوانان و امید این باشگاه که عصر امروز با هدف ارزیابی استعدادهای آکادمی برگزار شد نشست. نام کامل محمد جواد حسین نژاد رو می‌بینید که روی پیراهن دینامو ماخاچقلعه روسیه حک شده که به زبون همون روسیه دیگه. محمد ربیعی مصاحبه کرد. آره مصاحبه کرد قبل از بازی با پرسپولیس و گفته که بازی اول لیگ. پرسپولیس قهرمان چندین دوره اخیر لیگ بوده و این تیم بسیار محترمه. این تیم از بار فنی و کیفی خوبی برخورداره و تقویت خوبی برای حضور در لیگ نخبگان شده. و البته ما هم آماده بازی فردا هستیم. البته دوره پیشفصل برای همه تیم‌ها کوتاه بود و بهتر شدن شرایط تیم‌ها زمان می‌بره. مشکلات اداری برای استفاده از چند بازیکن داریم که فردا بعد از بازی راجع به اون صحبت می‌کنم و در مجموع امیدواریم دو هفته اول بازی خوبی از دو تیم شاهد باشیم. ما مشکلاتی داشتیم و انتظار داشتم برای تیمی که فصل قبل جزو 5 تیم برتر لیگ بوده شرایط بهتری تو نقل و انتقالات داشته باشیم. سال قبلم 4 بازیکن رو به خاطر مصونیت از دست دادیم. دو بازیکن ما سرباز شدن و دو بازیکن خوبمون یعنی جواد محمدی و محمد حسین اسلامی رو هم از دست دادیم و حدود 9 نفر تغییر داشتیم. اینم تشویق احساسی هواداری نساجی برای لوامپولی و ساکت الهامی رو می‌بینید که خب نساجی هم قطعا می‌دونه دیگه در مقابل فولاد قرار می‌گیره. بازی هم که تو مازندران برگزار میشه جمعه 26 مرداد ساعت 7:30. عکس‌های دیگه از کیت جدید پرسپولیسیا رو شما در تصویر می‌بینید. کلیپ رونمایی از کیت فصل جدید استقلال خوزستان با هدایت میودراک بوجوویچ راهی لیگ 24 میشن و فردا هم ساعت 20:30 به خاطر حالا گرمای خوزستان میذارن ساعت 20.
سیسوسی و در مقابل آلومینیوم و عراق مدل مشتبه حسینی قرار میگیره. اما در مورد مدعیان در لیگ برتر من یه صحبت بکنم. ببینید اول با باشگاه استقلال شروع بکنم. نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر یه پنجره بسیار موفق و طوفانی رو پشت سر گذاشت. جواد نکونام که فصل گذشته از بضاعت انسانی تیمش چندان راضی نبود، حالا احتمالاً در اوج رضایته. از بین بازیکن‌های داخلی مطرح، استقلال موفق به جذب رامین رضاییان، سامان فلاح، میلاد زکیپور و نفراتی مثل محمد حسین اسلامی و علیرضا کوشکی شد که مورد اعتماد جواد نکونام بودند. خریدهای خارجی استقلال هم بسیار مهم و اسم و رسم دار بودند. نفراتی مثل کاکوتا و دیدی اندون که هر کدوم رزومه مفصل و خوبی دارند. گزینه دوم ما پرسپولیس، مدافع عنوان قهرمانی تابستون رو با چند شوک اساسی شروع کرد. سه بازیکن اصلی این تیم یعنی علی بیرو، مرتضی پورعلی گنجی و مهدی ترابی سر از تراکتور درآوردند و عبدالکریم حسن قطری هم جدا شده به کشورش برگشت. به این ترتیب تقریبا نیمی از ترکیب اصلی فصل گذشته سرخپوشان از دست رفته، اما اونا چندان هم ناامید نیستن. علی پور مهاجم پیشین پرسپولیس به جمع سرخپوشان برگشته و از قضا در مسابقات پیشفصل نشون داده تا حدود زیادی هم آماده است. مرتضی پورعلی گنجی و یاسین سلمانی بعد از پشت سر گذاشتن یه دوره مصدومیت طولانی بهبود یافتن. تو پست دفاع راست ایوب الاملود مراکشی که بازیکن بدی نیست استخدام شده و البته گره بزرگ پرسپولیس همچنان ناکامی در جذب مدافع چپه. اما در مورد سپاهان، تیم سوم فصل گذشته لیگ برتر یه انقلاب تابستونی تمام عیار رو تجربه کرد. نفرات سرشناسی مثل رامین رضاییان، میلاد زکیپور، امید نورافکن، محمد جواد حسین نژاد، فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو از سپاهان جدا شدند و در عوض بازیکن‌های جوان و پدیده‌های مهم لیگ گذشته همچون جواد آقای پور، حسین گودرزی، محمد مهدی محبی و مهدی لیموچی با قراردادهایی که چندان هم ارزون نبودن زردپوش شدند. سپاهان البته سه خرید مطرح هم انجام داد. اونا محمد امین حزباوی، مدافع جوان تیم ملی رو از لیگ قطر گرفتن و صالح هردانی و وحدت هنانوف رو هم از استقلال و پرسپولیس جذب کردند. دو احتمال کلی در مورد آینده سپاهان وجود داره. یا این جوونا کنار هم موفق میشن و برای سالها باشگاه رو بیمه میکنن، یا شکست میخورن و یه بحران بزرگ گریبان مدیریت سپاهان رو میگیره. در مورد تراکتور که تیم چهارم فصل گذشته بود، با حداکثر تلاش و توان مالکاش برای فصل جدید تجهیز شده تا شاید بالاخره تلسم قهرمانی در لیگ برتر رو بشکنه. گفتیم که اصلی ترین منبع تغذیه اونا هم پرسپولیس بوده و بعد از انتقال امسال بیرو، ترابی و اسماعیلی فر به تبریز، حتی مهدی عبدی رو هم با قرارداد قطعی گرفتن. تراکتور روی نیمکتش هم سراغ دراگون اسکوچیچ رفت که حداقل سابقش در تیم ملی ایران موفقیت آمیز بوده. در مورد حالا حمید درخشان هم من یه نکته بگم. ببینید خبر خوش اینه که بعد از چیزی حدود یک دهه غیبت، حمید خان درخشان دوباره به دنیای مربیگری برگشته و قراره برای فصل جدید هدایت داماش گیلان رو در لیگ یک بر عهده داشته باشه. درخشان در آخرین تجربه مهم دوران حرفه‌ایش پرسپولیس رو مربیگری کرد. اون فصل 14 توی یه جابجایی جنجالی جانشین علی دایی شد و بعد نیمکت رو تحویل برانکو داد. نتایج درخشان در پرسپولیس پر فراز و فرود بود و اون اگرچه مثلا دربی رو برد، اما از پس نفت مسجد سلیمان 9 نفره بر نمی اومد. امروز شاید مشهورترین جمله درخشان تو این دوران حرفی باشه که در آخرین نشست خبریش به زبون آورد. یارو نمیزنه تو گل، من مقصرم. الان من برم پرسپولیس درست میشه. و در کمال شگفتی اون رفت و پرسپولیس درست شد. این بار البته امیدواریم حضور حمید خان به داماش کمک بکنه، نرفتنش. بعد از چندین سال وقفه، امسال بالاخره مراسم معرفی برترین های لیگ برتر برگزار شد و سازمان لیگ تیم ها و نفرات برگزیده فصل 23 رو انتخاب کرد. تو مهمترین آیتم ها پرسپولیس و اسمار ویرا بهترین تیم و مربی شدن و رامین رضاییان هم مرد سال فصل گذشته لقب گرفت. این مراسم البته چندان خالی از حاشیه هم نبود. برخی پرسپولیسیا به انتخاب رامین به عنوان بهترین بازیکن فصل قبل اعتراض داشتند و به طور کلی سهمیه تیم قهرمان رو در بخش برترین ها کم میدونستن. همچنین علیرضا بیرانوند، سنگربان سابق پرسپولیس هم که این فصل راهی تراکتور شده و از چشم هوادارا افتاده، با انتشار پیامی در صفحه شخصیش رسیدن سید حسین حسینی به دستکش طلایی رو تبریک گفت که قرمزا این حرکت اون رو هم به عنوان مصداقی دیگه از لجبازیای بیرو به شمار آوردن. با این همه اما شاید جالب ترین بخش ماجرا گلایه مدیر عامل استقلال در پایان مراسم بود. فرشید سمیعی هنگام خروج از مراسم معرفی برترین های لیگ 23 گفته بهتر
بود مسئولای فدراسیون به خاطر اتفاقاتی که در هفته پایانی رخ داد از استقلال دلجویی می‌کردن. اینجاست که به اصطلاح میگن آقا میفهمم چی میگی اما متوجه نمیشم. بله، کارشناسای داوری گواهی کردند که گل منجر به قهرمانی پرسپولیس توسط گولسیانی در شرایط آفساید به ثمر رسیده. خب الان باید چیکار می‌کردن؟ جام رو از اونا می‌گرفتن و می‌دادن به شما؟ بعدم همین کارشناسان در طول فصل نظراتی دادن که حداقل دو برنامه تلویزیونی بر اساس اونا جدول تهیه کرده و روشن شد که استقلال اگه بیشتر از پرسپولیس سود نبرده باشه، کمتر هم نبرده. خب اونا رو بعد چیکار می‌کردن؟ دوباره جام رو از شما می‌گرفتن و می‌دادن به اونا؟ بعد از اظهارات سمیعی، پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس هم جواب اونو داد که تقریبا شامل همین مطالب میشد. حالا که فصل جدید در حال آغاز شدنه، از صمیم قلب آرزو میکنیم کمی از بار این حواشی زرد و خسته کننده و مظلوم نمایی بی پایان تیما کم بشه. همین الان خوان کارلوس گاریدو مصاحبه کرد و گفته که تو هفته اول به دنبال پیروزی و کسب 3 امتیازیم. بازی اول ما تو لیگ برتره و شور و اشتیاق داریم بازی رو ببریم. دوره آماده سازی خوبی داشتیم و در شرایط خیلی عالی لیگ رو شروع میکنیم. اون چیزی که الان نیاز داریم بردنه. مهمه که لیگ رو با برد شروع بکنیم. البته با حریف سختی بازی داریم و تو 90 دقیقه لحظات سختی در پیش داریم و انتظار داریم بازیکن‌ها بازی همیشگی خودشون رو با تعهد همیشگی انجام بدن و مطمئناً در بازی با زوباهن به دنبال 3 امتیازیم و امیدوارم هوادارا در پایان بازی از تیم رضایت داشته باشن. آها، اینم ویدیویی از وضعیت اسفناک ورزشگاه شهر قدس که امروز فرشید سمیعی هم رفته بود، حالا ناظر بود و نظارت می‌کرد اونجا رو. میگن که استقلالی‌ها بدشون نمیاد حالا که کنسل شده اون ماجرای ورزشگاه امام رضا به خاطر 40، ببرن بازی‌هاشون رو به ورزشگاه شهر قدس که با این وضعیت به نظرم نره استقلال بهتره. یه اتفاق بزرگ نقل و انتقالات امسال که حالا فارغ از اینکه کی خوشحالش کرد، یعنی کی خوشحال کرد کی ناراحت کرد، پیوستن رامین رضاییان به استقلال بود. به هر حال اتفاق بزرگی بود. رامین پرسپولیسی بود، بدون هیچ ابایی هم تو خیلی از مصاحبه ها گفته بود من وقتی رفتم پرسپولیس یعنی دیگه نمیتونم برم استقلال، و از این صحبت ها خیلی زیاد مطرح کرده بود. بسیار هم بازیکن خوبی بوده تو سالهای اخیر، ولی به هر حال این تصمیم رو گرفت که خیلی جنجالی بود. واکنش شما به عنوان یک پرسپولیسی به این اتفاقی که افتاد چیه؟ خب تصمیم خیلی سختی رو فکر میکنم رامین گرفت و به هر حال این صحبت ها رو باید رامین بکنه. ما فقط میتونیم بگیم که واه چه اتفاق عجیبی، مثلا یه پرسپولیسی رفته استقلال و جذابیت این انتقالات بالاخره هستش که فوتبال رو شاید قشنگ‌تر میکنه. من زندگی نامه فیگو رو داشتم نگاه میکردم، فیلمش هست، بد نیستم نگاه کنم، در مورد انتقالش از بارسا به رئال. چند هفته قبلش در مورد رئال مادرید یه حرف زشتی رو زده بود که آی نمیدونم اونا باید دنبال ما بدوند، مثلا به اصطلاح ما فلان، هیچ وقت به ما رمی رسن، ما بهترین، و یه کوریه خیلی سنگینی برای رئال خون، ولی چند هفته بعد پیش رئالیا بود و خودش هم داشت صحبت میکرد تو مصاحباتش، داشت توضیح میداد که چجوری این اتفاق افتاد، چجوری باهاش یه زنگی زده شد، یه مبلغ خیلی بالایی بهش داده شد. و میگم همشو خود رامین باید صحبت کنه. یه تصمیم سختی گرفته و جوابش هم میده دیگه، حالا سختی و هر چی که داره رو به 100% در موردش نشسته فکر کرده، ولی کار قشنگی به نظر من نیست یه پرسپولیسی به استقلال بره یا یه استقلالی به حتی پرسپولیس بیاد، چون هوادارهای اون تیم یه مقدار ناراحت میشن و ناراحت کردن هوادار به نظر من شاید کار قشنگی نباشه. شاید با خاطرات خوب باید با هوادارهای دوتا تیم پایتخت استقلال و پرسپولیس باید باهاشون خدافظی کنی و از کنارشون مثلا ازشون جدا بشی. همیشه انتظارات اونا بالاه دیگه، انتظارات هوادار نسبت به بازیکن خیلی بالاتره، چون اونا بروز میدن، حرف میزنن، ولی بازیکن ساکته، حرف خیلی موقعا نمیزنه در مورد تصمیماتش. امیدوارم اتفاقات خوبی برای رامین بیفته و مثل همیشه خوب باشه و راضی باشه از این انتخابش و تصمیمی که گرفته. ولی خب ما دوست نداشتیم یکی از بازیکن‌های با کیفیتی که تو پرسپولیس فعالیت می‌کرده بره تیم رقیب. به خاطر حالا بحث استقلال و پرسپولیسی ما داریم صحبت می‌کنیم.
چند تا توییت هم با هم دیگه بخونیم. یکی گفته که آخه من میگم گاریدو رو قبلا دیدم، به روایت تصویر که آب بود دیگاره اون برنامه. یکی گفته که دوستان زیاد نگران کیت ها نباشید، کیفیت دوربینای لیگ ایران یه جوریه که تفاوتی احساس نمی‌کنیم. راست میگه. یکی گفته که مبینا نعمت‌زاده گفته دلم میخواد پزشک بشم. طبق منطق ایشون ناهید کیانی همین الان باید بره تو درمانگاه تبابت کنه، بالاخره مدالش خوش رنگ‌تره که میگه آقا تبعیض قائل نشید. خلاصه یکی گفته که دوستان سر قهرمانی بس نکنید، امسال جام برمیگرده خوزستان. او همه خوزستانی ها که فولادو دارن، استقلال و استقلال هم تیم خوبی بستا. من میگم اگه این میاد دراگ بوژوویچ مربی خوبی باشه، چون من شناخت ندارم واقعیتش، خوب باشه استقلال واقعا جزو استقلال خوزستان جزو تیمایی که میتونه سهمیه بگیره. یکی گفته که چالهان اوغلو گفته طارمی جلوی دروازه خیلی خونسرده و به راحتی توپا رو گل میکنه، داش بیا هایلایت بازیش تو پرسپولیس رو ببین، مطمئنم نظر تغییر میکنه. آره اصلا وقتی طارمی ترک کرد و رفت به اروپا یه پیشرفت چشمگیری حداقل تو موقعیت گل و تک به تک واسش به وجود اومد که واقعا دمش گرم. امسال تراکتور و پرسپولیس با هم و استقلالم با نکونام رقابت تنگاتنگی رو خواهند داشت، که بعد یکی جواب داده همه میگن استقلال با این اسکواد قهرمان نمیشه چون نکونام سرمربی تیمه. باید درس کنم که نکونام هم نمیتونه جلوی قهرمان شدن این تیم رو بگیره. حالا یکی از دوستان اینو گفته، آره استقلالیا واقعا تیم خوبی رو دارن امسال. یکی گفته که داشتم نگران میشدم که چرا کیت ایرانی مورد حجم قرار نمیگیره. ممنونم که منو از نگرانی درآوردین. واقعا بحث طراحی کیت سلیقه است و به شخص من خیلی با کیت پرسپولیس عشق کردم. الان ایرانی سلیقه ندار هم شد. یکی گفته که بلانکو سرداران روم باستان خیلی اصلا استایل و مدل موهاش باحاله، گوستاو بلانکو. یکی گفته که تراکتور منتخب سرخابی و در واقع زب در زده و گفته مازادهای سرخابی. چرا؟ چون به ایران بند هست. نادری واسه استقلال پرسپولیس توپ زده. عارف آقاسی آره یه مدت تو استقلال بود. شجاع، مهدی شیری، دانیال اسماعیلی فر، مهدی ترابی، حالا سیامک نعمتی که اشتباهه چون رفته نساجی، امیرحسین حسینزاد ارسلان و مهدی عبدی. ارسلان هم جدا شد. یکی گفته که با توجه به حضور نفراتی مثل کاکوتا، اندونگ، سیلوا و همچنین رونمایی نشدن از کیت استقلال، احتمالاً استقلالی ها لخت تو زمین حاضر میشن، که به نظر میرسه روش قشنگی برای ترسوندن بازیکن حریف باشه که آره کاکوتا و اندونگ. من مثلا الان بیام بگم که آره خطری ان، یکی برمیگره بهم میگه که تو از کجا میدونی؟ میدونی؟ بس نظر نمیدم. یکی گفته که یه سری بازیکن ها هستن که با اینکه شاید کیفیت پایینی داشته باشن ولی سطح ادعاشون هم پایینه. سلمانی یکی از بازیکنایی بود که تو چند وقت اخیر هیچ وقت مصاحبه نکرد، هیچ وقت به نیمکت نشینی اعتراض نکرد، هیچ وقت با مازاد شدن نگفت میرم پرسپولیس. جعفر دفاع چپ بود ولی از زبیر نیک نفس هافک آمارش خیلی بهتر بود، ولی بازم بهش کم لطفی شد. آرزوی موفقیت واسه جعفر سلمانی. یکی گفته که حس میکنم با اومدن اندونگ و کاکوتا کلا ماشاری پف یادتون رفته. این بشر سالهاست کاپیتان تیم ملی ازبکستان و آرزوی هر تیمی تو آسیاست. به نظر من بمب اصلی پارسال و نیم فصل ترکیده. آها اینو من خیلی باهاش موافقم. یه سری ورزشکارای کشورمون هستن که واقعا تکرار نشدنی اند و فراتر از رشته ورزشی خودشون رفتن. واقعا ناراحتم که چرا کشور ما اونقدر که لایقشونه براشون ارزش قائل نیست. هادی چوپان توی بدنسازی، رضا علیپور توی سنگ نوردی، سعید معروف توی والیبال، آرش رضاوند توی فوتبال، که خلاصه شوخی کرده دیگه با آرش رضاوند. البته شما بهتر از استادتر از من شدین حداقل توی این ماجرا. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتونم گرم.